بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند بخشایند و مهربان، عرض سلام و احترام و تواضع دارم خدمت یکایک شما همراهان عزیز و ارجمند. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و تا انتهای اولین بخش از روی خط خبر همراه ما باشید. در هفته جهانی فضا قرار داریم که از اول هفته شروع شده و تا آخر همین هفته ادامه خواهد داشت. هفته جهانی فضا پیش از ورود به سال 2000 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 4 تا 10 اکتبر رو به عنوان هفته جهانی فضا در نظر گرفت. دلیل انتخاب این هفته هم پرتاب اسپوتنیک 1 به فضا و تصویب معاهده استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای چه بود. ایران هم مثل بسیاری از کشورها در این هفته با برگزاری برنامه‌ها، مراسم‌ها و رویدادهای مختلف به ترویج فناوری فضایی و آشنایی بیشتر علاقمندان با این حوزه می‌پردازد. امسال نیز از اول هفته توی وزارت ارتباطات مراسمی برگزار شد، افتتاحیه‌ای بود برای همین هفته و اساتید و کارشناسان نجوم و تیم‌های استارتاپی و دانشجویان این حوزه گرد هم آمدند. گفتگوی امروزمون رو اختصاص دادیم به این موضوع با حضور آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز برنامه و امیدوار هستم که مطالب اطلاعات خوبی خدمتشون عرضه بکنم. انشالله. بریم سر اصل مطلب. چه خبر از پیشرفت‌های کشورمون در فناوری فضایی؟ الان دقیقاً توی این فناوری و این صنعت کجا قرار داره کشورم؟ بله، یه نکته خیلی مهمی که هست نستش که بخش فضا رو ما تا حالا دیدگاه نگاه میکنم که یک ماهواره بیاییم پرتاب بکنیم که توی مدار قرار بگیره یا نگیره، در صورتی که بخش فضا یه بخش فوق‌العاده وسیع هستش. من به صورت خلاصه بخوام بگم، میتونم بگم که بخش فضا توی 4 قسمت میاد تقسیم میشه. خب یه قسمتش مجموعه هستش که ماهواره پرتاب کننده ایستگاه پرتاب رو میسازن، اینا رو میگم بخش بالادستی بخش فضایی. یه قسمتایی هستن که خب اطلاعات ماهواره رو میگیرن، تحلیل میکنن و تبدیل میکنن به یه سری داده های قابل استفاده که اینها معمولا اپراتورها هستن میان قرار میگیرن. دسته سوم کسایی هستن که رو فناوری های ماهواره کار میکنن که عمدتا الان دیگه شرکت های دانش بنیان خصوصی هستن، و دسته چهارم که خب بحث فوق العاده مهمی است و عمده اقتصاد فضا تو این قسمت قرار گرفته، مجموعی هستن که این اطلاعاتی که از ماهواره گرفته تبدیل میکنن به دستاوردهای اقتصادی. برای این وقتی که ما در فضا صحبت میکنیم دیگه کم کم باید یه مقدار دیدگاهمون وسیع‌تر بکنیم، راجع به هر 4 تا طیف صحبت بکنیم، چون تا حالا ما صرفا میایم در مورد بحث ماهواره و پرتاب ماهواره صحبت کردیم. مهمترینش همون قسمت چهارمه که روی زندگی مردم تاثیر داره. بله بله. من اتفاقا میخوام بگم که توی سال‌های اخیر زمینی که روی طیف اول و دوم تمرکز بوده، روی طیف سوم و چهارم هم کار بسیار زیادی انجام شده و عمده تمرکزی که ما الان توی ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفتشون دیگه سازمان مرکز ملی فضایی وجود نداره، اینا اومدن و ادغام شدن و یک مجموعه وسیع درست شده که ما فضا رو چجوری تو حمل و نقل پیشرفته و تو هوشمندی میتونیم بیایم و استفاده بکنیم. توی این سال اخیر عمده تمرکز ما روی قسمت دوم و سوم و چهارم بوده، یعنی که ما بیایم و کم کم دیگه بخش علاوه بر اینکه فناوری های فضایی رو تو بخش دانش بنیان ببریم، کم کم ببینیم آیا میتوانیم مثلا ساخت ماهواره هم توی این بخش ببریم که توی این بخش پروژه خیلی جالبی تعریف شده که من توضیح خدمت میدم. و بخش کاربری ها که توی کاربری هم بازم به سطح وسیع الان اومده کار شده، حدود 220 شرکت هستن که خدمات رو میدن. شاید مهمترین عاملی که کاربری ها رو تو کشور یک مقدار پررنگ کرد واقعا سیلی بودش که در ابتدای سال پیش بود. بله، اتفاقا به اونجا میخوام راجعمون میخوایم صحبت کنیم. بیشتر امروز سعی داریم راجع به اون قسمت از فناوری فضایی صحبت کنیم که با زندگی مردم سر و کار داره. اما قبل از اینکه بریم راجع به دستاوردها، به مخاطبان ما بفرمایید که چقدر از این پیشرفت هایی که شما دارید ازش صحبت میکنید با تکیه بر توان داخلیه. میشه گفتش که چون فضا یه بخش بوده که ما از ابتدا دوام تیمیم به محدودیت جهانی روبرو بودیم، میتونم بگم که منهایی یه سری از قطعات استاندارد که در واقع میتونیم بگیم که توجیه اقتصادی نره برای تولید کردنش که تو همه محصولات وجود داره، عمده فناوری های فضایی بومی هستش و از ابتدا
ما با وجودی که تلاشایی که کردیم بتونیم بیایم یه سری همکارای بین المللی داشته باشیم و پروژه بین المللی انجام بدیم، ولی تو اونها خیلی موفق نبودیم. واسه همین هم هستش که نگاه رو به داخل از ابتدایی که اومد و فعالیت فضایی شروع شد خیلی قوی و پررنگ بود و این الان ادامه داره و میتونم بگم که عمده فناوری‌ها و دستاوردها در واقع ریشه در واقع توانمندی‌های علمی و فناوری بومی داره. بالاخره شما الان تخصص و تمرکزتون به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه فضایی روی این حوزه است و اشراف دارید. الان بیشتر دستاوردهای ما و پیشرفت‌های ما مربوط به کدوم حوزه ها میشه؟ خوشبختانه میگم هر چهار حوزه، چون یه نکته خیلی مهمی که وجود داره که حالا به نوعی اشاره کردید، ما تا قبل از سال دوام تمیم که 95-96 عمده تمرکزمون رو قسمت اول بوده، متعاد از همون سال 95 به بعد اومدیم و روی سه حوزه دیگه هم تمرکز پیدا کردیم و الان میتونیم بگیم یک پیشرفت متوازنی توی بخش‌های مختلف داریم. بنابراین ما الان توی هر شاد حوزه دستاوردهای فوق‌العاده جذابی داریم که به موقعش هر ساله که میکنیم ما خدمت ملت عزیز ایران اون پیشرفت رو تقدیم میکنیم. بسیار عالی، میرسیم به دستاورد. و یه مقدار قبل از خبر 8.3 روی همین هفته جهانی فضا و برنامه هایی که امسال دارید لطفا توضیح بدید برای بینندگان قرار چه اتفاقهایی بیفته تو این هفته. بله، ببینید هفته جهانی فضا عمدتا برای این میذارن که البته ما یه روز ملی فضایی هم تو کشورمون داریم. بله، ما یه هفته اول فضایی داریم که بین المللی هستش و تقریبا همه کشورها میان و هدف از واقع این بحث هفته جهانی فضا این هستش که همه مردم جهان بیان با دستاوردهای فضایی و تاثیری که فضا توی در واقع زندگی اونها میذاره، چه زندگی به اصطلاح حال و چه زندگی آینده، بیان و در واقع با این دستاوردها آشنا بشن. خب برنامه‌های مختلفی هست که عمدتاً برنامه‌ای که هستش جنبه‌های اینه داره که یا ما بیایم یک دستاورد جدیدی که در واقع شرکت‌های مختلف ساختن رو بیایم در واقع رونمایی بکنیم، ولی عمده بخشش بیشتر بخش‌های آموزشی و در واقع ترویجی هستش که میتونم بگم که توی این هفته هر روزش در واقع یک برنامه هم توی تهران هست هم توی هم استان‌ها، یعنی که از بحثی که سازمان فضایی اومده و خیلی هم رویدادهای زیادی بود. من خبر رئیس پژوهش فضایی رو میخوندم میگفت امسال ما 300 رویداد داریم. بله، اتفاقا یه نکته خیلی جالبه هستش که شما بهش اشاره کردید، هستش میان وقت در هفته فضا میگن کدوم کشور رو بیشترین رویداد دارن، اونها رو من دستبندی میکنم. توی سال قبل ما توی دستبندی خیلی بالا نبودیم و الان با توجه به اینکه این بحثی که از نوان نشانه های فعال بودن فضا و پیشرفت فضا هست، واسه ارتقای جایگاهی کشور بله مورد توجه قرار گرفته. به عنوان مثال عرض کنم که تو سال قبل حدود مثلا عرض کنم که 300 تا 500 عدد خیلی بالایی بود و مثلا رویداد برگزار میشه و ما مثلا تو حاشیه مثلا عرض کنم که حدودا 150 بودیم و الان وقتی که میخوایم به 300 تا برسیم نشون میده که ما تو این حوزه فعال هستیم. و نکته مهم این هستش که این در واقع 300 رویدادی دیگه هستش تو هر 4 تا طیف هستن و قبلا ما عمدتاً طیف اول رو مد نظر قرار داده بودیم. بسیار خب، یه نکته خیلی مثبتی که تو این رویدادها بود که بسیاری از این رویدادها داره توی دانشگاه‌ها برگزار میشه، این هم فکر میکنم نکته مثبتی باشه. ببین اصلا خاصگاه فضا اصلا دانشگاه هستن، فضا یک مجموعه دانش پایه هستش، بنابراین باید تمرکز رو بذاریم روی جاهایی که در واقع این دانش توسعه پیدا میکنه و ضمن اینکه تمرکز میدیم این فعالیت رو توی دانشگاه با اونها در واقع نشون میدیم که این حوزه‌ای که کار کردید حوزه‌ای دیگه ای هم هستش که شما میتونید کانون توجهتون باشه. نمیخوام بگم که این رویداد یه چیز دو طرفه است، هم ما در واقع میتونیم که کانون دانشگاه هستش مورد توجه قرار بدیم، هم در واقع میتونیم بگیم که حوزه‌ای جدید که مورد نظر بخش فضایی کشور هست کجا هستش که شما میتونید تحقیقات خودتون و پروژه های خودتون رو و یا مثلا فرض کنید که اگر یک مرکز آزمایشگاهی درست کنید رو اون حوزه بیاید و متمرکز بشید. بسیار عالی، پس این پایداری و پویایی صنعت فضایی بیشترش به خاطر همین تعامل مؤثر با دانشگاه هاست. خدمت های دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته هستیم و در خصوص دستاوردهای کشورمون در حوزه فضایی صحبت میکنیم. یک تصویر کلی به بینندگان دادید از پیشرفت های کشورمون در حوزه فضایی، اما میخوام ازتون خواهش کنم حالا یک خبر خوش بدید از پیشرفت های کشورمون در حوزه فضایی که
اخیراً به دست اومده به عنوان به قول معروف خبر خوش امروز. بله ببینید، من در ابتدا گفتم که ما با دستاوردهای فضایی تو ابتدا امسال توی سیل آشنا شدیم. متو یه نکته خیلی مهم هستش که شما برای اینکه خیلی دقیق بتونید در به عنوان مثال بحران ها رو پیش بینی بکنید یا بتونید مدیریت بکنید، نیاز به اطلاعات ماهواره‌ای دارید که زیر یک متر باشن. خب ما ماهواره الان با اطلاعات زیر یک متر نداریم و عمدتا از دوام تو میگیم که اطلاعاتی که تو دنیا هست استفاده میکنیم. متو یه ابتکاری که به خرج دادن که البته تو دنیا هم کم داره به خیلی شایع میشه هستش که آیا ما میتوانیم از ترکیب پهباد و ماهواره به اطلاعات خیلی دقیق برسیم؟ یعنی پهباد یک واسطه بشه. بله، و الان کاری که داره میاد انجام میشه این هستش که ما الان اطلاعات ماهواره به صورت مجموعی مثلا تا 10 متر یا حتی میگیریم از به صورت مجموعی بین المللی که هستش، تلفیقش کردیم با اطلاعات پهباد و الان دقت رو به زیر سانتی متر، زیر 10 سانتی متر، یا بگیم که حدودا مثلا فرض کن که بگیم هولوش 20 تا 30 سانتی متر رسوندیم، که اگر ما می‌خواستیم یه ماهواره‌ای رو بذاریم که این اطلاعات ما بده، حداقل بر روش چیز 100 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کردیم. بنابراین می‌تونیم بگیم که از تلفیق این دوتا با هم دیگه، ضمن اینکه ما می‌توانیم در واقع خیلی از در واقع رویدادهایی که می‌خوایم تحت کنترل قرار بدیم، تحت مدیریت قرار بدیم، با هزینه فوق‌العاده کم و توسط مجموعه‌ای که عمدتاً بازم شرکت‌های هستن که خصوصی و دانش‌بنیان هستن، این فناوری داریم به سرعت بومی‌سازی می‌کنیم. بسیار عالی، ممنونیم، خبر خوشی. یعنی ما متخصصان ما توانستند با ترکیب ماهواره و پهباد شناسایی خودشون رو در مقیاس‌های مد نظرشون رو به زیر 10 سانتی متر برسونن. حدود بین 20 تا 30 سانتی متر دقیق‌تر بگم، چون قبلا چقدر بود؟ قبلا در حدود 10 متر بود. چون ما کل اطلاعاتی که می‌گرفتیم مثلا در حدود 10 متر بود اطلاعاتی که از ماهواره گرفتیم. بسیار عالی، که قبلا ما این رو از کشورهای دیگه می‌گرفتیم. قبلا شما برای اینکه بخواید بیاد و مثلا اطلاعات هولوش زیر 1 متر بگید، بعد می‌آمدید برای فکر کنم هر کیلومتری 25 دلار می‌دادید، عکس‌ها رو می‌خریدید. و الان شما کیلومتر مربع میبخشید. بنابراین الان شما اومدید بدون اینکه بس هزینه بکنید با آدم واقعا میتونیم بگیم که مجموعه جا چند ده میلیون تومان در واقع میتونم بگم شرکتی که تشکیل میشن هستش، شما اومدید این خلل پر کردید. نکته خیلی مهمتری که هست این هستش که تلفیق این دوتا با هم خیلی مهم نیست. چیزی که خیلی مهمتر هست این هست که دیتاهایی که از هر دوتا میگیرن شما بتونید با هم دیگه تلفیق بکنید و با هم دیگه تحلیل بکنید و استفاده درست. بله، چون در حال هر دیتا حجمشون فرق میکنه، نوعشون فرق میکنه. بله، شرکت دانش بنیان ما موفق شدن که در واقع این تحلیل ترکیبه در واقع میگیم که اطلاعاتی رو به دست بیارن و خود اونم یه موفقیت مجزا. دقیقاً میخوام میگم که ما به نرم افزارهای دانشمندان ما دست پیدا کردن که برای هر کدومش اگر هم می‌خواستیم به این وارد بشیم باید مبالغ فوق‌العاده زیادی میدادیم. برای ما بگیم که دو تا صد عوام میگه که صرفه‌جویی اقتصادی فوق‌العاده زیادی پیدا کردیم. یکی این هستش که اون خلأ ماهواره هایی که مثلا فرض کن اطلاعاتش زیر متر هستش اومدیم پوشوندیم. نکته بعدی این هستش که خب حالا پوشش دادیم، این هستش که آیا میتونیم این اطلاعات استفاده بکنم یا نه، که این نیازمند توسعه نرم افزارهای پیچیده در تحلیل اطلاعات و در واقع تبدیل اینها به یه سری داده هایی هستش که قابل استفاده برای کار برای مختلف باشه، که اینم الان شرکت های دانش بنیان ما تو این زمینه اومدن و با موفقیت دارن عمل میکنن. پس دو موفقیت بزرگ داشتن. و یه نکته بگم، بعضی از اینها هم حتی موفق شدن خارج از مرزها بیان و کار بکنن. یعنی در واقع من میخوام بگم که اتفاقا در مورد سنجش از راه دور ما متخصصین اعتراض اولی داریم که خیلی از کشورها دارن خدمات میدن، چون این خدمات تو کشور ما خیلی رایج نشده بود و ما توجه میکنن در سطح بالای قرار گرفتن. با من مثلا رفته بودن توی ویتنام یه پروژه گرفته بودن داشتن انجام میدن. میخوام بگم که از نظر سطح تخصص یعنی خدماتمون رو صادر هم میکنیم، میتوانیم صادر بکنیم و تو این زمینه از نظر سطح تخصصی وضعمون خیلی خوب هستش. بسیار عالی، پس با این دو موفقیت جدید در واقع ما هزینه هامون اومد پایین‌تر، دستاوردهای بیشتری داریم و سرعت تسریع اینها تو بخش‌های مختلف بیشتر میشه، چون یه جایی بودش که شما میرفتید به اطلاعات زیر یه متر نیاز داشتید و متوقف میشدید، ولی الان دیگه توی هیچ کاری که دوی دواسنج توقف نداریم. بسیار عالی. خب حالا شاید برای بینندگان سوال پیش بیاد که کاربرد این موفقیت هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم در زندگی امروزی ما کجاست؟ بله، اتوان سوال خوبی رو کردی، چون ببینید ما فعلا گفته بودیم که سنجش از راه دور تو بحران ها استفاده میشه. ما تا تو کل دنیا اگه بیم نگاه بکنیم 2% از کاربرد ماهواره توی بحران ها هستش، 98% درصدش توی سایر حوزه ها هستش.
بیشترین حوزه که الان توی دارن استفاده میکنن توی حوزه بازرسی زیر ساخت ها هستش، یعنی شما خطوط نفت و گاز و انرژی دارید، اینا توی بیابونا هستن، نمیتونید آنلاین کنترلشون بکنید که آیا این مثلا فرض کنید داره خودش انجام میده، آیا نشتی داره یا نداره، آیا در واقع مثلا فرض کنید که تو ناحیه مثلا فرض کنید که تهدید امنیتی بر اون وجود داره یا نه. الان اینا رو شما میتوانید دیگه مثلا فرض کنید به صورت کامل بیاد کنترل به وضوح میتونید مشاهده بکنید. مثلا فرض کنید ما با دوستان سازمان فرضی با شرکت نفت صحبت میگم، گفتم ما یه سری خطوط گاز داریم که یه جایی هست که اصلا نمیتونیم سال به سال ازش دیتا بگیریم، ولی الان شما میتوانید روزانه و حتی مثلا فرض کنید که بر مبنای ساعت اگر حتی پهپاد مثلا ترکیب بکنم باید تل ماهواره به کارگیری بکنم. دومی حوزه‌ای که استفاده می کشاورزی دقیق هستش و الان شما وقتی که میاید و در واقع یک پهنای وسیع برای کشاورزی دارید، اینا برای این که ببینیم که کجا در واقع از نظر اینکه آبیاری رو مینیمایز بکنیم، از این نظری که مثلا آفت‌ها رو بیایم شناسایی بکنیم، از این که نظر که اگر محصول رسید کجا محصول آماده اولین جایی که میشونه شما بیاید محصول برداشت بکنید کجا هستش، به طوری که تمام محصولی که در میاد با حد اکثر کیفیت ممکن باشه. این هم حوزه هستش که توی اون استفاده میکنم. تو بخش سلامت خب کم کم دیگه داره میاد از ماهواره به استفاده فوق العاده زیادی میشه. که چه بخشی؟ سلامت یعنی که شما به صورت الان یه بحث جدیدی که مطرح شده هست که شما در واقع بازم میگیم که برخط تحت کنترل پزشک خودتون باشید و دقیقاً اگر یه مشکلی دارید تمام در واقع اطلاعات حیاتی شما به پزشک برسه و اون دائم بیاد مثلا شما رو مانیتور بکنه. خب اینا چیزایی هستن که به کمک ماهواره اومدن و ایجاد شدن. یا یکی از بحث‌های خیلی مهمی که هستش حفاظت از دارایی ها هستش. شما شاهد این هستیم که مثلا تو جنگل ها یا میان برداشت غیر مجاز میکنن یا مثلا برش کنن حقیق های مختلف اتفاق میفته، شما خب این میتونید لاغم بیاد و به صورت دوا برخط به صورت تحت کنترل قرار بدید. پس خیلی میتونه مؤثر باشه. میتونم بگم که در واقع ببینید ماهواره در واقع به این ماهواره و اول یه چشم فوق العاده ای است که بالای زمین گذاشتن. شما آرزو داشتید که مثلا واسه که همه چیز رو بیاید ببینید و در واقع تغییراتش رو لحظه به لحظه تحت کنترل داشته باشید. حالا این دو تا فناوری و ترکیبش این قابلیت رو به شما داده و هر جایی که نیاز به در واقع میگیم که مدیریت دقیق منابع و کنترل لحظه به لحظه باشه، این فناوری در خدمت شما خواهد بود. بسیار عالی. پس یه جمع‌بندی بکنیم. متخصصان کشورمون به این موفقیت رسیدن که با ترکیب ماهواره و پهپاد بتونن برای شناسایی به مقیاس زیر یک متر حدود 20 سانتی متر برسند و برای و استفاده‌ای که از این میتونن بکنن برای حالا بحران‌ها که جای خودش، برای رصد و شناسایی زیر ساخت‌هاشون، برای حوزه کشاورزی، سلامت و مثلا حفاظت از دارایی‌ها، آموزش از راه دور، پزشکی از راه دور و غیره و غیره. بسیار عالی، ممنونم از شما که کلی هزینه‌ها رو میاره پایین و خب دستاورت ها رو میبره بالا به قول خودمون. بسیار خب. خب حالا دیروز یه مطلبی میخوندم از رئیس سازمان فضایی که گفته بودن اقتصاد فناوری فضایی ظرفیت بالایی داره، اما تا حالا ما از اون بهره برداری مناسبی نداشتیم. چرا؟ خیلی واضح هستش، من توضیح دادم خدمتون که ما اگه به زنجیره ارزش فضایی نگاه بکنیم چهار بخش داره. تو بخش اول و دوم عمدتاً سرمایه گذاری که دولت ها میان میکنن، منطقه تو بخش سوم و چهارم ثروت اقتصاد دوا فضایی تو اون قسمت هست. اما الان وقتش دیگه بریم بهره برداری اقتصادی بکنیم از دستاوردهامون. به سرعت باید اینو بکنیم. یعنی دقیقاً یکی از بحث‌های خیلی مهم این هستش که دستگاه و نهادهای دولتی به این در واقع فناوری خیلی اعتقاد در واقع راسخی ندارن. البته این اعتقاد بهتر شده. منتها می‌خوام بگم که کفایت نمی‌کنه برای اینکه ما خیلی سریع بتونیم از این دستاورد استفاده بکنیم. به نظر من یکی از کارهای خیلی خوبی که میشه انجام داد این هستش که به عنوان مثال سازمان برنامه بیاد یک ردیفی بذاره برای کل دستگاه‌ها که اگر شما این خدمات استفاده کردید ما پول‌های مثلا فرض کنید که هزینه‌ها رو بهتون می‌پردازیم و تمام تشویق بکنن. بله، دقیقاً تمام دولت‌هایی که اومدن و تو این قسمت گام برداشتن از یک همچین مشوقای استفاده کردن. این مشوق لازم نیست برای 10 سال باشه، دو یا سه سالی مشوقا باشه همه دیگه به این قابلیت میرسن، خودشون میان و سرمایه‌گذاری میکنن. ما پول محدودی رو که احتمالاً تو بودجه عمومی ما مصرف میکنیم با چند ده برابرش یا بگم چند صد برابرش یا
شاید هم چند هزار برابر تو اقتصاد ملی خودش رو میاد و نشون میده. برای اینکه مخاطبامون یه مقدار بیشتر با اثر و دستاوردهای فناوری و فضایی آشنا بشیم، به یه مطلبی اشاره میکنم که شما لطف کنید توضیح بدید. رئیس پژوهشگاه فضایی گفته بود با بهره گیری از فناوری فضایی بیش از 2000 میلیارد تومان در پرداخت خسارات سیل صرفه جویی شده. این هم خودش یه دستاورد دیگه. بله. یه مقدار تو این خصوص توضیح بدین چطور این صرفه جویی اتفاق افتاد؟ بله، ببینید توی وقتی که شما وقت خسارت رو در واقع بیت بپردازید، باید در واقع میزان خسارت رو اندازه گیری بکنید. تو چه پهنایی هستش؟ آیا این جایی پهنه که هستش به عنوان مثال 1 هکتار هست یا 10 هکتار هستش؟ وقتی شما باید به صورت زمینی اینا رو اندازه گیری بکنید، دقت فوق العاده پایین هستش. ولی وقتی که بیاید و در واقع از فناوری فضایی استفاده بکنید، دقت خیلی بالا میره، در حد این هستش که دیگه در حد متر شما خطاتون میاد و پایین. بنابراین شما میتونید دقیقا میزان خسارت رو پیش بینی بکنید و بپردازید. ولی اگر به صورت با یه تقریبی مثلا فرض کنید 10 تا 20 درصد باشه، خب طبعا مبلغی که میپردازید همین 2000 میلیارد اضافی پرداختی هستش که شما میاد و صورت میگیره. بنابراین میتونم بگم که همونطوری گفتم، برای استفاده از فناوری فضایی دقت شما رو روی در واقع با بگیم نقشه برداری برآوردها بسیار میاد دقیق. حتی ممکنه بگیم که حالا یه پهنه 10 هکتاری داریم، آیا این 50% خسارت خود یا 30%؟ شما اگه رو زمین باشید اندازه‌گیریش خیلی مشکل است، ولی با یه عکس در واقع ماهواره شما اینو بسیار دقیق میدید که این 1/2 مثلا 100% خسارت دیده، بقیهش در حد 30 تا 50%. بنابراین بجن که 100% رو برای کل این پهنه بیاد بپردازید، میاد معادل مثلا 0.6 مبلغ، 60% مبلغ رو میاد بپردازید. دقیق میتونه این صرفه جویی رو به دنبال داشته باشه. خب یه سوالی مونده راجع به همون بحث ماهواره های سنجش. یه خبری بود دیروز، گفته بودن که ماهواره سنجش پارس 1 تا پایان سال جاری تجمیع میشه. منظورشون همین مواردی که شما بهش اشاره کردید؟ بله، ببینید ماهواره برای اینکه بیاد و در واقع کامل بشه چند مرحله طی میکنه. خب اولین بخشش اینه که شما به طراحی بکنید، دومین بخش اینه که بر مبنای اون طراحی بیاید اجزا رو سفارش بدید که در واقع مثلا واسه که عمدتاً شرکت های دانش بنیانمون بیان بسازن. حالا وقتی که اومدن ساختن، حالا باید به تجمیعش رو انجام بدید. تجمیعش صرفاً یک یواقع کنار هم گذاشتن اجزا نیست، بلکه اینها رو باید بیاید تست های متعددی رو انجام بدید. تو ماهواره معمولاً اگر بگیم که زمان ساختش به عنوان مثلا 5 واحد هستش، بیش از 3 واحد این میره توی تست هایی که بعد از تجمیع اتفاق میفته، که اونجا عمل کردش، عمرش و در واقع این که مثلا فرض کن که این میتونه 2 سال یا مثلا 5 سال تو مدار باشه، از همین تست هایی که بعد از تجمیع به دست میاد رو میتونن محاسبه بکنن و بسیار دقیق بگن که شما چقدر این ماهواره میتونید استفاده اقتصادی ببرید. بسیار خوب. ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. وقتی برای برنامه آماده میشدیم چک میکردم، دیدم ما تا حالا قبل از این 2 بار خدمت شما بودیم دقیقاً در خصوص همین فناوری های فضایی. اونجا صحبت از یک سری ماهواره ها کردیم، شاید برای مردم جالب باشه بخوان الان بدونن که اون ماهواره هایی که ما قبلا گفتیم رونمایی شده و اینها الان تو چه وضعیتی قرار دارن. مثلا الان ماهواره ناهید 1 الان دقیقاً تو چه وضعیتی داره، چه خدماتی میده؟ ببینید ناهید 1 هنوز پرتاب نشده. نشد. بله، ببینید شما... ما همین رو توی سنجش از راه دور این رو هم داشتیم، درسته؟ بله، دوستی. بله بله. خب دوستی پرتاب شد، مثلا پرتابش ناموفق بودش و همینطور پیام امیرکبیر بود که بازم آماده شد پرتاب شد، مثلا پرتابش به صورت موفق کامل نبودش. الان ماهواره‌ای که اون زمان اسم بردیم برای که در حال تجمیع بودن، الان اومدن تجمیع شدن و آماده شدن که به اصطلاح بیاد و تلفیقش با ماهواره بر صورت بگیره و انشالله یه پرتاب موفق باشه که بتونیم ما از نتایجش بیاییم و استفاده کنیم. الان علاوه بر این مواردی که گفتین، خب خبر خیلی خوبی دادید امروز برای ترکیب ماهواره و ارزم بزرگ شما پهپاد، تو یه سری از حوزه ها ما الان خیلی پیشرفت کردیم، حالا میتونیم به حالا تجاری سازی این بپریم. چقدر رو این حوزه کار کردیم؟ بله، ببینید اگر بخوایم بیایم تاریخچه در واقع فضایی کشور خودمون در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که ما از حدود مثلا ورز که اواخر دهه 70 شروع کردیم، الان اواخر دهه 90 هستیم، تقریبا 2 دهه هستش که داریم تو این زمینه کار میکنیم. میتونم بگم که بیش از 1.5 دهه این صرفا روی اول قسمت زنجیره‌ای بودش که ما ارزش اقتصادی خیلی بالایی رو نمیتونستیم بیاییم. در واقع
مجموعه‌ای درست می‌کردیم که می‌توانست زاینده ارزش اقتصادی باشه، متعظم ارزش اقتصادی خیلی استفاده نمی‌کردیم. الان می‌تونم بگم که حدود 5 سال هستش وارد عرصه در واقع استفاده از فناوری‌های فضایی تو بخش اقتصاد شدیم و این قسمت به سرعت داره پیش میده. یعنی میزان پیشرفتی که ما توی این 15 سال تو بخش سخت افزار داشتیم، میتونم بگم که توی 2 تا 3 سال دیگه همین میزان پیشرفت رو تو قسمت کاربری‌های اقتصاد فضایی خواهیم داشت و که میتونه در واقع ترکیب بشه و یه خروجی بهتری داشته باشه. دقیقاً میتونم بگم ما طیف فضایی به صورت کامل داریم ازش استفاده می‌کنیم. قبلا صرفاً سرمایه‌گذاری می‌کردیم، ولی الان هم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما از نتایج سرمایه‌گذاری تو اقتصاد ملی انشالله استفاده خیلی وافری خواهیم برد. تقریباً حدود 30 ثانیه زمان داریم. چشم‌انداز رو چگونه می‌بینید تو حوزه فضایی؟ ببینید، من چشم‌انداز دو قسمت می‌گم. یه قسمتی هستش که فناوری فضایی است که فرصت نشد تو این زمین صحبت شه. تو این قسمت هم کارهای فوق‌العاده جالبی صورت گرفته که از جمله اینکه خب ماهواره‌ها دیگه از ارتفاع بالا میان تو ارتفاع پایین، تو این زمینه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان یک یا چند تا تعریف شده که این رو حالا انشاءالله اطلاعاتش رو توی بخش‌های مختلف میگه. و این هستش که زمینه برای توسعه تو بخش فضایی بسیار هوایی و فضایی بسیار فراهم هستش و اگر ما دقت بیشتری رو این داشته باشیم، دستاوردهای ملی بیشتری هم خواهیم داشت. ممنونیم از شما آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته. ممنون از شما و تشکر از همراهی شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.